در تاجیکستان ریدهای نوبتی علیه حجاب گذرانده شد. در روسیه بازداشت عمومی مسلمانان از آن جمله ساکنان تاجیکستان گذرانده شد. با پرزیدنت رحمان مقام بی‌نظیر تعیین کردند. روسیه و رژیم تاجیکستان علیه اسلام مبارزه دو جانبه برده ایستادند. در دوشنبه علیه سوداگران حجاب ریدها شده گذشت. در خصوص یکی از این ریدها که در بازار شاه منصور گذرانده شد، خبرنگاری تاجیک گولی زرده و خبر داد. ریدها تحت رهبری کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با اشتراک کارمندان کمیته زنان گذرانده شد. قید نمودن ضرور است که سوداگران برای با کارکنان امنیت روبرو نشدن، مالهایشان را پنهانی می‌فروختند. این دفعه باشد صیادان حجاب با نقشه زیرین کار بودند. کارمندان کمیته زنان گویا همچون خریدار به فروشنده ها مراجعه می نمودند که به آنها حجاب لازم است. اگر در فروشنده این مال باشد، همان وقت کارمندان امنیت پیدا می شدند و آنها را دستگیر می کردند. باید قید نمود که گذراندن چنین ریدها در شمال تاجیکستان علیه زنهای حجاب پوش و فروشنده های حجاب از اول سال جاری آغاز گردید و تا حال ادامه دارد. مثلا ماه فوریه سال جاری تعقیب زنهای حجاب پوش به نوار ویدیو ثبت شده است. رژیم روسیه نسبت مسلمانان خواه ساکنان خود باشند خواه شهروندان دولت خارجی تعقیب را ادامه داده ایستاده است. 20 اکتبر سال جاری در تاتارستان تعقیب عمومی مسلمانان که در 39 نشانهای گوناگون شهر و نواحی جمهوری جایگیرند شده گذشت. در قطار دستگیر شدگان دو ساکن تاجیکستان نیز بود. همه دستگیر شدگان اشتراک در حرکت اسلامی جماعت تبلیغ گمانبر شده ایستادند. ابراز داشتند در شعبه خدمات فدرالی امنیتی تاتارستان. در نتیجه کافتوکو ادبیات‌ها و دفترهای یادداشت پیدا گردید. یادرس کردن لازم است که با قرار حکم دادگاه عالی روسیه از سال 2009 تشکیلات تعلیمی بین المللی جماعت تبلیغ به یگان اساس اکستریمیستی دانسته شده، چی گونه ای که دیگر تشکیلات و حرکت های اسلامی که به حکومت روسیه تابع نیستند در قلمرو روسیه فعالیتشان ممنوع است. در واخری نوبتی مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان که سنه 26 اکتبر سال 2016 برگزار گردید، همه دپوتات ها با یک آواز قانون نوی را در خصوص پیشوای ملت قبول کردند. در همین واخری نیز به امام علی رحمان مقام اساسگذاری تاجیکستان صاحب استقلال، پیشوای ملت و اینچنین اساسگذاری صلح و وحدت را تعیین کردند. طبق این قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت به رحمان جای و تجهیزات مخصوص جدا کرده فوند مخصوص تشکیل خواهد شد. اینچنین نشان پیشوای ملت و جایزه پیشوای ملت تشکیل کرده می شود. علاوه بر این پس از وظیفه آزاد شدنش او حقوقی به خلق مراجعه نمودن و در معرکه های مهمی دولت اشتراک کرده در آنجا حقوق سخنرانی را دارد. برای سعی و کوششی که در وقت حکمرانیش کرده است به او دخل ناپذیری کفالت کرده می شود. اینچنین او را تعقیب کردن، کافتوکاو و به حبس گرفتن منع می شود. علاوه‌تن هیچ کس حقوق مصادره نمودن مال و ملک رحمان و مال و ملک نزدیکانش را ندارد. کارشناسی اینستیتوت کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل، مدیر شعبه آسیای مرکزی و قزاقستان اندری گروزین در گفتگو با NSN گوناگونی قانون‌های درباره پیشوای ملت جمهوریت‌ها را قیاس کرد. او قید کرده می‌گوید که در تاجیکستان به این مسئله با نزدیکی اهمیت داده، از همه پیش دستی کرده به خواهان پرزیدنت خود نایل گشتند. بیش از همه برای قیاس کردن کشور قزاقستان لایق‌تر می‌باشد، چونکه قانون مذکور از قانون قزاقستان کوچونیده گرفته شده است. تسنیت متن عیناً مانند می باشد، ابراز داشت گروزین. ولی در قانون قزاقستان به تفصیلات مسئله چخور ندار آمدند. به فکرم در پارلمان تاجیکستان با مقصد خورسند نمودن پرزیدنت کشور خود، همه اشان ششته در خصوص ایجاد نرمه ایلاوی به قانون سرگون گشتند، تخمین کرد گروزین. روسیه و رژیم تاجیکستان علیه همه نمودی نشانه های اسلام با بهانه مبارزه علیه تروریسم و اکستریمیسم مبارزه هماهنگانه برده ایستادند. در محاسبه با مجله صدروجستوا وزیر کارهای داخلی روسیه ولادیمیر کلاکولتسف
گفت که سال 2015 در نتیجه مبادله افکار بین وزارت های کارهای داخلی روسیه و تاجیکستان نسبت 992 نفر اشخاص معلومات پیدا گردید که گویا آنها با فعالیت تروریستی و اکستریمیستی مشغولند. چه خیلی که مشاهدان قید کردند چنین همکاری های دو جانبه بین دولت ها جای داشت. در حقیقت دلیل این همکاری ها در آن است که وقتهای آخر مهاجران مهنتی پس از گشت آمدن از روسیه به وطنشان از طرف کارکنان خدمات های مخصوص بازداشت گردیده نسبت مهاجران پرونده جنایی با عیب اشتراک در حرکت های اسلامی با نشاندادهای خدمات مخصوص روسیه آغاز گردید. در نتیجه آیله ها به سرابان مانده فرزندان یتیم گشتند.